خسته نباشی. ممنون. آقای تاجیک هستن؟ کدومشون؟ حاج آقا. تو دفترشونه، تو دفتره. ممنون. راستش خیلی مطمئن نیستم، اما فکر میکنم حق با شما باشه. شما خبر دیگه یا میلاد نداریم؟ خیلی ببخشید روزه خانم که این سوال رو میپرسم، شما واقعا خبری از میلاد نداری؟ باور کنید نه. پس اینجا باید یه چیزی روشن بشه. شما میگید که هیچ خبری ازش ندارید، همه جا هم دنبالش گشتید، درسته؟ چرا گزارش مفقودیش به پلیس ندادی؟ چی میگه گزارش ندادی؟ ما استعلام گرفتی. یعنی چی؟ من خودم رفتم گزارش دادم. یعنی شما شخصا رفتید اداره آگاهی و گزارش مفقودی دادی؟ شخصا که نه، من چون حالم خوب نبود داخل ماشین نشستم، بابا رفت و گزارش داد. پس حالا میشه گفتش که سعید اصلا گزارش نداده، یعنی نمیتونسته گزارش بده، چون فقط خانواده درجه یک میتونن گزارش مفقودی گم شده رو بدن. برای ما هم دردناکه، مطمئن باشید. اگر شما چه امسال این کار رو انجام بدید که چه سال دیگه بخواید دستگاه رو جدا بکنید، از نظر ما فرق نمی کنید. متاسفانه سطح هوشیاری همسر شما ما رو متقاعد کردید که از دستگاه رو جدا بکنید. شما چه این کار رو بکنید چه نکنید وقتش با شماست، ولی هر چقدر که بخواید شما به این مسئله رو کشش بدید هیچ فرقی به حال اون مریض نمی کنه. ما تمام تلاشمون رو کردیم و نمیتونیم هم الان امید واهی به شما بدیم بگیم با بودن این دستگاه این اتفاق میفته. نه، ما تمام سعی خودمون رو کردیم، باور بفرمایید. هر کاری از دستمون برمی اومده انجام دادیم. این نیستش که شما فکر کنید ما الان میخوایم از سر خودمون باز بکنیم به این دستگاه، اصلا این شکلی نیست. من و همکارام همه تلاشمون رو کردیم. با عزتتون روز بخیر آقا جون. تا حالا سابقه نداشته بهت زنگ بزنم یکی دو ساعت بعد جوابم بدی؟ بله آقا، شرمنده نشیدم. این روزها حواست حسابی پرت شده. مگه اتفاقی افتاده؟ نه، چه اتفاقی؟ اتفاق همینه دیگه، هر وقت بهت زنگ میزنم نیستی، نمیتونم پیدات کنم. چی شده؟ هیچی. به چرا قیافت این ریختی؟ با یکی زدیم به تیپ و تاپه. کی؟ ناشناس. خب چیکار کردی؟
پیگیری کردی؟ نه دیگه، نرفتیم کلانتری. معلوم زدم؟ آره، خیلی خیلی. من چی میپرسم تو چی میگی؟ میگم پیگیری کردی؟ نه دیگه آقا، منم عرض کردم نرفتیم کلانتری. میلادو میگم. خب آقا مگه میلادو نمیگیم؟ ما چرا؟ خب بگیم میلاد دیگه. نشونه شو دادم به یکی اون برای آب، تا یکی دو روز دیگه آمارشو میگیره. خیالتون تخت آقا جون. تخت؟ تخت گویا الان وقت شل اومدن نیست. میدونم، تخت گلو چه بخور. فربود عمه خوبی؟ نه نمیخوام نگرانتون کنم. چی شده؟ هیچی. چرا ناراحتی؟ به من بگو تا بتونم کمکت کنم. نمیخوام نگرانتون کنم. توی ماشین نخواستم باهات حرف بزنم تا بیایم خونه خودت بحثش رو پیش بکشی. اون روز بابا تازه از سر کار اومده بود، بهم قول داده بود همون روز بریم یه تبلیس جدید برام بخره. خستم بود. وقتی اومد خونه گفت نمیریم، منم قهر کردم. بعدش بابا راضی شد، مامانم اومد، رفتیم، تبلت هم خریدیم. تو راه برگشت تصادف شد. اگه من اصرار نمی کردم این اتفاق نمی افتاد. فربود عمه صبر کن. فربوت عمه چی شد؟ عمه جان، عمه عمه چرا اینجوری میکنی با خودت؟ درست کن پاتو. عمه ببین منو، ببین منو، اینقدر خودتو اذیت نکن پسرم. تو که نمیدونستی اون اتفاق قراره بیفته. میدونستی؟ نه. آفرین، نمیدونستی. هیچ کس نمیتونه. عمه تو دیگه بزرگ شدی، خیلی چیزا رو حتی بهتر از ما میفهمی. با تقدیر که نمیشه جنگید، میشه؟ نه. آفرین، فقط میشه باهاش کنار اومد. سخته، خیلی هم سخته، ولی چاره دیگه ای نداریم. فربود پسرم، پدر مادرت اگه بدونن تو این فکرها رو میکنی ناراحت میشن. و تو برای ما خیلی عزیزی. درسته ما نمیتونیم جای اونا رو برات پر کنیم، ولی حداقل بذار دلمون خوش باشه که میای قصه ها تو به همون میگی. از این به بعد درد دلاتو بیا به خودم بگو. بله.
دلوی من قربونه بشم در بیاد این کوره تو این چند ماه اخیر تونستیم شبکه فروشمون رو بالا ببریم با چند تا کشورهای خارجی با فروشگاه‌های زنجیره‌ایشون صحبت‌های کردیم که با هم به توافق رسیدیم و در حال نهایی شدن. گزارشام خدمت شماست. باید باهاتون حرف بزنم. مگه نمی‌بینی بابا جون کار دارم؟ خیلی خوب، می‌خوام همینجا حرفمو بزنم. خیلی خوب. خیلی ممنون خانم جان. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بیا بشین. جواب منو بدی. چه جوابی رو؟ چرا گم شدن میلادو به پلیس گزارش ندادی؟ کیم چه حرفی رو زده؟ یادم اون شب با هم رفتیم اداره پلیس. شما اصرار کردی من تو ماشین بمونم چون حالم خوب نبود. خیلی اصرار داشتی خود تنهایی بری داخل. چرا؟ خب که چی؟ چه فرق میکنه؟ حالا من رفتم. طوری شده؟ گزارش مفقودی شخص و فقط خانواده درجه یک میتونن گزارش بدن. شما اصلا نمیتونستی گزارش بدی. چرت و پرتا چیه که میگی؟ مگه من درجه یک نیستم بچه؟ چه بلایی سر میلاد آوردی بابا؟ تو اصلا امروز حالت خوب نیست. برو خونه، شب میام باهات صحبت میکنم. آره من حالم خوب نیست. من موندم شما با تمام این زرنگی چطور فکر همچین روزی رو نکرده بودی؟ برو خونه. خیلی خوب. به زودی همه چی مشخص میشه. اون موقع شما مجبوری بابت تمام کارهایی که کردی جواب پس بدی. یا اینکه قید منم بزنی. سلام آقا محسن. راستش فکر میکنم یه نفر میدونه که میلاد کجاست. شما مطمئنی؟ بله، اگه یه نفر از میلاد خبر داشته باشه همین داداششه. بعدش هم بعضی خانوادهشون اونقدر خوب نیست که بتونن اون همه چکو باز کنن. مگه اینکه میلاد پشتشون باشه؟ میلاد پشتشون. البته من خودم یه دفعه رفتم تعقیبش، اما گمش کردم. نه که منو میشناسه، خیلی کار سختیه. شما اصلا به این ظاهر معصومش که حالا میبینی یا توجه نکن، خیلی بچه زبلیه. باش اومدش. اونها اومد، همون پیرن سرمه‌ای است. کدوم؟ همون که داره با تلفن صحبت میکنه؟ آره آره خودشه. اینم آدرس خونه پدریشه. خدمت شما باشه. دست درد. اگه کاری نداری من برم که گمش نکنی. اینجوری که بعد اون وقت چجوری میخواییم بریم شما؟ شما نگران من نباش. حواست بهش باشه. خیلی زبله. خدا حافظ.
سلام علیکم. سلام. باز نشد. خیلی قش هنوز دستت نیمده. بله احتمالا. باید قلقش رو پیدا کنی. فردا یه تعمیرکار میارم یه نگاهی بهش بنداز. خب اونم میشه. باشه سلام. ببین بابا جون، دو تا نون سنگک گرفتم گذاشتم پشت در برش دار. خیلی زحمت کشید. میگم آ یه خورده پکر میبینمت آقای آزاد. نه خوبم. خب الحمدلله. با اجازت خدا حافظ. سلام. خونه ای؟ آره. کار چی شد؟ رفتم دنبالش. خب چی شد؟ هیچ. یه آشنا میخوان یه معرف میخوان. یعنی باید مفتم عجلی برشون کار بکنیم تا ازت خوششون بیاد. کار همینه دیگه عزیزم، درست میشه، نگران نباش. چی؟ دقیقا که تو این هفته چرا این جمله رو هم گفتیم؟ نگران نباش، نگران نباش، نگران نباش. اینجا میخوام سرم دیگر رو گول بزن. بزنم من دو تا چایی بیارم بخوریم. خستگی از سرمون دره، بعد بفهمی که من گولت نمیزنم. دارم خیلی واقع بینانه میگم، نگران نباش. حداقل زیر کتری رو روشن میکردی آقا. دست رو در بکنم. بخور تازه دمه. بابا دیشب نیومد خونه؟ نه. بار اولش که نیست. هرچی هم زنگ میزنم موبایلش جواب نمیده. زنگ بزن بریم پسر پویا. اون حتما میدونه کجاست. جالبه. سراغ شوهرم از غریبه ها بگیرم. آره؟ فعلا که شوهرت همین غریبه ها رو خیلی بیشتر از بچه خودش قبول داره. چرا به من نمیگی چی شده؟ چون هیچ فایده ای نداره. دست درد نکنه. بابا دعوام شد. برای چی بحثت شد؟ چیزای همیشگی. همیشه عادتته. هیچی به آدم نمیگی. من مادرتم و لنگه ای باباتی. با انبر باید از تو دهنت حرف کشید. دیگه مطمئنم که بابا میدونه میلاد کجاست. این حرفا رو قبلنم زدی. مامان گم شدن میلاد و بابا اصلا به پلیس گزارش نداده. نمیتونسته گزارش بده. فقط خانواده درجه یک میتونن گزارش بدن. دروغ گفته به ما. البته من خودم تازه فهمیدم. من یه چند روزی به خودم فرصت میدم. اگه از میلاد خبری شد که هیچ. اگه نمیرم پیش پلیس و همه چی رو میگم. بذار بیاد خودم با شرف میزنم.
آخرین باری که با بابا حرف زدی و فایده داشت یادت میاد؟ به هر حال من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. من یه جایی رو گرفتم با آوا میرم. چی میگی دختر؟ میگم مامان تو هم دیگه بیشتر از این عمرتو تو این خونه حروم نکن. بیا با ما بریم. مگه شوخیه مادر جون؟ من یه عمر کنار پدرت زندگی کردم، حالا کجا ولش کنم دنبال شما را بیفتم؟ بیا خسته نباشی. قربان شما آقا، سلامت باشی. من هر چی زنگ میزنم پیش خواهرت جواب نمیده. آقا حالشون چندان مساعد نیست دیگه، خوب نیستن. با خود منم کلی اوقات تلخی کردم. میدونم میدونم الان شرایط سختی داره. آره با مشیت الهی که نمیشه جنگید، اتفاق افتاده. بله بله مشیت الهی هر چی که باشه همون میشه. آقا ترموز توی این قضیه من خودم مقصر میدونم. آقا چرا این حرفا به شما چه ربطی داره؟ اصلا این حرفو نزنید. مگر آقا علیرضا با بابک پدر کشتگی چیزی داشتن؟ اتفاق افتاد آقا. ترموز منظورم این بود که هر اتفاقی که بیفته، هر چیزی که بشه، من در کنار خانواده بابک هستم. خدا عمرتون بده، خدا بزرگی کمتون نکنه. خدا نگرتون داره آقا. خیلی ممنون. آقا تماس بهتر نیست شما الان پیش خواهرت باشی، اون بهت نیاز داره. راستشو میخواین یه سری خودم بهش زده. الانم منتظرم که آقا رجب بیاد برم یه سر دیگه بزنم. آقا رجب الان میرسه، شما برو شما برو. ممنون، با اجازتون.
آقا جون من رسیدم. چه جای غریبی آقا جون. پلاکه 13. آجون آقا جون من اومدم. بیا بالا.
اینجا کجاست آقا جون؟ اینجا خونه پدری منه. من توی خونه بزرگ شدم. هر وقت که دلم میگیره کج میکنم و میام این طرف میشینم، زل میزنم به حیات، به دار و درخت، به حوض وسط حیات، به دیوارای کاگلی، همه جا رو بو میکشم. هنوز که هنوز همه جای خونه بوی مادرم میده، بوی پدرم، بوی خواهرم، برادرم. اینجا یه جوری غار تنهاییمه. میام با خودم خلوت میکنم که کی بودم، چی بودم، از کجا شروع کردم، چجوری سختی ها رو پشت سرم گذاشتم. ولی بعضی ها اینجوری نیستن، خیلی راحت فراموش میکنن، خیلی راحت. من از همینجا شروع کردم که حالا اون کار خونه رو دارم، اون خونه و خیلی چیزای دیگه. یه روزی خیلی سال پیش ما تو همین خونه مستاجر بودیم. مادرم آرزوش این بود که صاحب این خونه بشه. میگفت سعید اگه من اینجا رو داشته باشم میگه هیچ غمی ندارم. تمام آرزوش همین بود. کار کردم، زحمت کشیدم، پول در آوردم تا اینجا رو واسش خریدم. فردا روزی که واسش سند زدم همه چی زیر و رو شد، همه چی عوض شد. اخلاق مادرم عوض شد، دیگه به من نمیگفت سعید، میگفت آقا سعید. خورد و خوراکم، جام، بین من و داداشم فرق میذاشت. تازه اونجا فهمیدم که این پول لامصب چی کار رو میکنه. همون موقع فهمیدم اگه این پول لامصب رو داشته باشی حتی اخلاق ننت هم عوض میشه. درست بگم؟ الان تو هم که اینجا وایستادی و گاهی به من میگه آقا جون، فقط به خاطر این پول توی جیب منه که ماه به ما واریز میشه به حسابت. حالا بذار یه چیز مهمتر بهت بگم. ببین، کسب و کار من برای من خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه. کارخونه من برام خیلی مهمه. اگه مجبور باشم به خاطرش دور خانوادم رو خط میکشم. وای به حال دیگر. متوجه هستی چی میگم؟ ظاهرن چیزی رو که میخواستم بگم خودت فهمیدی. میمونه شرکت آسان پلاس که از نظر من یه مهره سوخته است. چرا؟ چون تو سر به هوا شدی. آقا جون من هنوز تو هوای شما پرواز میکنم. کفتر جلد بوم شما این چه حرفیه؟ با این حال باید این شرکت رو تغییر بدی. با یه شرکت دیگه کار کن. تو هم که حالا همه چی رو فهمیدی بعد از فکر باران بیای بیرون.
رفته بیرون، چون اونم مثل میلاد همین روزا گم و گور میشه، میره رد کارش. تو بهتر فکر خودت باشی. شب بخیر بانو، میسکالتون رو داشتم، در خدمتم. سلام، شب شما هم بخیر. الان سلطی زنگ زد، گفت رفتین اونجا درگیر شدین، فیلم درگیریتون هم فرستاد. استرس نداشته باشید، من به اختیار خودم رفتم اونجا، به اختیار خودم هم برگشتم، نگرانی نداره. نگران نیستم، اونم زنگ زده بود برای سر، فقط میخواست خودش رو از تک و تان اندازه، گفت فردا کل بارو میفرسته کارخونه. زنگ زدم هم بهتون خبر بدم هم ازتون تشکر کنم. اختیار دارید، کار یکی از دستم برمیاد. راستی چیزیتون که نشده؟ یعنی الان شما نگران من هستی؟ بازم ممنون، خدا نگهدار. بانو قد نکن، یعنی جسارتاً قد نکنین. من یه دلنوشته تازه دارم بگم. بفرمایید. گوش کنین، گاهی اوقات دلم میخواهد عاشقانه راه نرم، عاشقانه ننویسم، عاشقانه فکر نکنم، اصلا عاشقانه زندگی نکنم. اما تا یاد شما میفتم، در واقع میبینم که نمیشود. خب بود، خدا نگهدار. آدیوس بانو. Thank you.
سلام آمد جان، بعد موقع که مزاحم نشدم. سلام، نه اتفاقا خوب موقعی مزاحم شدی. میدونی یه چیزی فکر من رو خودش مشغول کرده، این ضربه دوم که الان مشخص شده سمت راست بوده و همون باعث مصدومیت شده، خب علیرضا تبرئه میشه دیگه. ببین حاج حسین، اگه معلوم بشه که ضربه دوم به چه صورت وارد شده و کار خود علیرضا نبوده، بله جای دفاع هست. خب من از علیرضا پرسیدم، گفتش که بعد از اون اتفاق مستقیم اومده خونه، اصلا بابک رو ندیده. بر اساس مدارک موجود و یا گفته خود بابک امکان پذیره، ولی از علیرضا پذیرفتنی نیست. خب اگر بابک به هوش نیاد چی؟ فقط باید ضربه دوم مشخص بشه. خیلی احتمالات وجود داره، مثلا شاید بعد از گلخونه خودش از هوش رفت و سرش به جای خورده. درسته.